Je m'excuse auprès de nos amis français de parler seulement en personne. Je suis profondément triste. Quand on est triste, quand on est si triste, on ne peut s'exprimer que dans sa langue maternelle. Valiote, Casomble Duran, Hadna Fasina, Didim Kazin, Jam et Parokande, Kassina. Manas Sirus et Sios Ahmadov, Tahinga, Ertasordan, Asirus et Nibisande, Rouz Nomenegor, Sohan Nemik. La Sohbat d'Alin Zamina Horo, Beogo Hore d'Alin Masoe. که در این روزها خوشبختانه بسیار بدان پرداختند و من شخصا سپاسگزار آنان هستم. من با برادرم سیروس آموزگار سخن میگویم. سیروس عزیزم، بسیار غمگینم، بیش از آن که بتوان تصور کرد. چطور به تو چطور به خود به قبولانم که دیگر در کنار ما نیستی؟ اما من برای تو سوگواری نمی کنم، برایت مرثیه نمی خوانم، چون تو اهل ناله و شکایت نبودی، تو زندگی را می نوشیدی. با همه ناهمواری ها، ناگواری ها، بیماری ها که در نیمه دوم زندگیت گریبان گیرت شد، کوشیدی لب به شکایت نگشایی و ترحم دیگران را بر نیندازی. سر در گریبان فرو نبردی، قد راست کردی، سعی نمودی بر تلخی های روزگار بخندی و روحیه شادابت را به دیگران منتقل کنی و از این رو هرگز تنها نماندی. محبت دادی و محبت گرفتی، چه داد و ستد دلپذیری. من و همه اعضای خانوادت در برابر محبت‌های دوستان و دوستدارانت و سخنهای مهرآمیز از دل برآمده آنها شگفت زده مانده ایم. من میدانستم که تو محبوبی، ولی نه تا این حد. میدانستم که تو خواهان داری، ولی نه تا این حد. کاش میتوانستم گفته ها و نوشته های این عزیزان را پس از پخش خبر در گذشتت در یک جا گرد آورم که فرهنگ نامه ای از عشق و محبت میشد. به روی خودت نمی آورد، ولی می دانم که با آن روح حساست، با حسرت های فراوانی دست و پنجه اما تن به قضا دادی، تن به قضا داده بودی و شاید با فردوسی هم آوا شده بودی که چنین است رسم جهنده جهان، همین راز خیش از تو دارد نهان، نسازد تو ناچار با او بساز که روزی نشیب است و روزی فراز. میدانم که همه این حسرت‌های خاموش در درونت آشوبی برپا می‌کردند. می‌دانم حسرت بزرگ تو این بود که نتوانستی در لحظه مرگ در بالین پدر و مادرمان که تو را عاشقانه می‌پرستیدند حضور داشته باشی.
ولی قبر فرو بردی و به این وطن بکردی که بیندیشی که چه خوب که آنها داغ تو را ندیدند. میدانم حسرت دیدار دوستان و خویشاوندانی را داشتی که گذشتت با آنها گره خورده بود و این درد درونت را خراش میداد و حسرت بسیار بزرگ تو دوری از سرزمین زیبا و دوست داشتنی من ایران بود. چه عاشقانه دل بسته این یاد. هر بار که می آمدم سعی می کردم کوره باری از خبرهای ریز و درشت دوستان و خویشاوندان را پیش تو بگشایم. با هم به دور دستهای گذشته سفر می کردیم، ساعتها در باره خاطرات شیرین من سخن می گفتیم و همیشه تو نکته هایی می یافتی که بخندی، شاید هم زهر خنده‌هایم. گوش یعنی تطبیق با موقعیت و تو از این لحاظ از هوشمندترین ها بودی. راه زندگی را در این یافتی که دردهایت را با کنشی از خنده هایت و با اندیشیدن به داشته ها در برابر نداشته ها جبران کنی و خوشبخت بودی با زندگی در کنار همسر همراه و همدلت و با فرزندانی فرشتسان که بدون آن که خم در بود بیاورند در این سالهای آخر چنان تو را تیمار کردند که من در کمتر فرزندانی سراغ دارم. آنقدر بزرگوار بودی که هرگز درباره اموال از دست رفتن در ایران سخنی نگفتی. به جای احساس تلخی که می توانستی داشته باشی روزگار را به مسخره گرفتی و سعی کردی خودت را با نامگار داری و درونت را پاک و بیکینه. و یاد این حرفها، یاد این بزرگواری هایت بیشتر دلم را می سوزاند و احساس می کنم چقدر جایت خالی است. در لحظه تولدم 6 ساله بودی و از آن پس همیشه پشتیبانم و در همه سالهای عمرم از نزدیک و از دور با تو خوش بودم. ما با هم سالهای خوش کودکی، نوجوانی و جوانی ما را در خانواده فرهنگی با پدری تبریزی و مادری تهرانی در شهر خاطر انگیز خوی با مردمان مهربانش گذراندیم. ما از پدر که معلم ما بود موازین اخلاقی، درستکاری و عزت نفس آموختیم و از مادر آموزش اولیه دیدیم و احساس لطیف داشتن، مهربان و خونگرم بودن را یاد گرفتیم و از هر دو ایران را دوست داشتم، میهن را ارج نهادم، عاشقانه به آب و خاک و فرهنگ سرزمینمان دل بستم و از مردم مهربان شهرمان یکدلی و صمیمیت و همیاری. این زیر بناها همیشه راهنما و راه گشای زندگی ما بود. سیروس عزیز، کیست که نداند که تو چگونه پاک زیستی و با عزت نفسی که داشتی هرگز دست به سوی کسی دراز نکردی. ترجیح دادی با پس از این همه تحصیل و تجربه و توانایی های علمی و فرهنگی همراه با همسر فداکارت در مغازه روزنامه فروشی بسته های روزنامه را جابجا کنی ولی تمام قد بیستی و
زن بر آن من هیچ کس خم نشد. تو شرافتمندانه و با غرور زیستن را به زیر بار منت نااهلان رفتن ترجیح دادی بدون آن که کینهای به دل بگیری. پدر و مادرمان ما را بی عهده بار آوردند، ما آزار دادم را یاد نگرفتیم و تا آنجا که می دانم تو هرگز آگاهانه کسی را نیازردی. تا آنجا که توانستی دست گرفتی، یاری دادی، همدلی کردی، به درد دلها گوش کردی و آرامش بخشیدی. هنوز تنین خنده هایت را در گوش دارم و در درونم مرگت را نمی پذیرم. دلم می خواهد به خود نهید بزنم که بر دوستان رفته زی چه افسوس می خوریم. ما خود مگر قرار اقامت نهادیم. اما دلم تنگه 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 نمیدنه توست. منم به فرانسه صحبت میکنم. اغلب از ما میپرسیدم چه احساسی دارید که پدر و دایی‌تان سیروس آموزگار است؟ برای ما سیروس آموزگار دایی و بابای لنگرازی بود که وقتی میرسید ما بچه ها به طرفش میدویدیم و از سر خروپولش بالا میرفتیم. نه تنها ما، بلکه تمام بچه های فامیل و دوستان، تمام جغله ها دور این بابا رو می گرفتیم و دایی با این که مثلا نیم ساعت قبلش در برنامه تلویزیون شرکت داشت، وقتی می رسید همه ما رو به بازی می گرفت. دایی چه شوق و روحی داشت. تا اینجا که یادم میاد بین خونه ما و دایی انگار یه تونل نامرئی وجود داشت که باعث می شد مرتب خونه هم دیگه باشیم. مهمانی ها، مسافرت ها، خنده ها. خوشحالم که در این روزهای غمگین میتونم به هزاران خاطره پناه بردم. با چه حوصله نوشته ها و انشاهانمون رو می خوند. گاهی برمیگشت و به من می گفت بسیار مزخرف نوشتم. ناراحت نمی شدم، چون میدونستم دایی با مهربونی اینو میگه و وقتی از کارم تعریف میکرد خیلی به خودم میبالیدم، چون نظر دایی برای من از همه چی مهمتر بود. گاهو تو یکی از نوشته ها دو کلمه رو عوض میکرد، یه جمله رو درست میکرد و ناگهان نوشته جان میگرفت. عجیب بود. چه قلمی داشت دایی، چه نبوغی. پنجشنبه شب‌ها همیشه گرد همایی دوستان و همکارای دایی و بابا بودم. سالن‌های مهمانی پر می‌شد، بحث‌ها، شوخی‌ها، خنده‌ها. من و همایون یک کنار می‌نشستیم و گوش می‌کردیم و من فکر می‌کردم دایی من از همه بامزه‌تره. جمعه ظهرها دوره‌های خانوادگی بود. با پدر بزرگ و مادر بزرگمون، خانواده‌های تبریزی، دوستان خیلی نزدیک خویی، باز خونه پر میشد از شادی. بچه های بهترین دوستان دایی و مامان بهترین دوستای من و همایون بودن. به این ترتیب یه جامعه از دوستی و همبستگی به وجود آورده بودیم. دایی همیشه وسط مجلس بود و اول از همه سر میز غذا می‌نشست. دستپخت مادر بزرگم از همه بیشتر دوست داشت. دایی چه اشتهای خوبی داشت. خونه دایی اینا خیابان تخت طاووس بود. اونجا اتاق دایی پر از کتاب بود و من که اون اتاق از همه بیشتر دوست داشتم. درش سکوت بود. نور ملایمی از پنجره کتابا رو روشن میکرد و هر وقت وارد اون اتاق میشدم آرامش مطبوعی من رو در بر میگرفت. دور تا دور اتاق تا سم شاهکارهای رمان‌های جوانی رو بسیار به صورت بسیار
بسیار مرتبی گذاشته بود. قسمت‌های رمان‌های روسی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، یه قسمتش مخصوص ادبیات ایران بود. کتاب ایرج پزشکزاد، دایی جان ناپلئون، سری داستان‌های جمالزاده، کتاب شوهر آروخانوم، کتاب ها جیبی بودن، با جلدهای سفت و رنگ‌های مختلف. کتاب جنگ سول تولستوی بنفش پررنگ، پنج جلد سه تفنگدار نارنجی، بینوایان ویکتور هوگو خاکستری با تیترهای طلایی، شاهزاده و گدای مارک توان سبز پررنگ بود. دایی همه اونها رو خونده بود، نه تنها خونده بود بلکه کاملا هر کدومشون به یاد داشت و در روزهای آخر هم میتونست در موردشون صحبت کنه. گاه گداری یک کتاب را از یک گوشه بر میداشت به من میداد و میگفت اینو بخون، در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی میبایست حتما کتاب رو پس بیاوردم. دایی به کتاباش دلبسته بود. دایی فقط نویسنده بزرگ داستان، نمایشنامه و اوپرا نبود، فاضلی بود با اطلاعات عمومی فراوان. هنوز انعکاس صداش در سرم، هر وقت کوچکترین سوالی داشتم در هر موردی هر مطلبی تلفن رو برمیداشتم. الو دایی، و میشنیدم جون دایی. سالها بعد وقتی که دایی از ایران خارج شد، خانهش رو مصادره کرد و به مامان یه روز فرصت دادن که تمام خونه رو تخلیه کنه. مامان به سرعت از بابا رو خالی کرد. در سفرم به ایران وارد اتاقم شدم و دیدم تمام کتاب های کتاب خونه به صورت نامنظم اونجا گذاشته شده تا بعدا براش جا پیدا کنیم. با دیدن این کتاب ها به صورت نامنظم دلم گرفت. احساس کردم که قسمتی از دایی رو تک کردم. وقتی برگشتم پاریس، یکی از کتاب ها رو با خودم آورده بودم. یادم رفته بود. دیروز دنبالش گشتم. گفتم کدوم کتابه؟ دیدم کتاب بابا لنگ دراز جیل برسته رو خودم دایی، بهت قول میدم که مثل تو همیشه دوست داره کتاب باشم. Il aurait sûrement voulu que je lise aussi des tonnes de livres, mais je trouvais toujours des parades pour y échapper. Il me regardait et il levait les yeux au ciel. On en riait souvent lors de nos interminables dîners en famille. En fait, d'aussi loin que je me souvienne, on a toujours rigolé ensemble. Même lors de moments difficiles, tu avais cette capacité rare à tout tourner en dérision. La vie nous paraissait toujours plus belle et douce grâce à toi. J'ai beaucoup pris de toi physiquement. Ces fameux yeux verts qu'on était les seuls à penser à voir. On en était très très fiers. J'ai aussi pris de toi moralement. Tu adorais parler aux gens, leur poser mille questions, rigoler avec eux. Et tu me disais souvent, en me tapant sur l'épaule, que j'étais définitivement une amuse-gare. Mais je t'avoue que depuis ce 2 novembre, tu peux te targuer d'être le seul à avoir réussi à me rendre muette et si peu prompte à rire. Je sais que le temps fera son travail et que ça reviendra. Mais tu vas me manquer chaque jour sans aucune exception. Tu laisses un grand vide, aussi grand que ton cœur. Je t'aime, mon pédale adoré. Cyrus m'a beaucoup fait pleurer. C'était le jour de notre mariage avec Omaïou. Il y a 20 ans, certains d'entre vous étaient là. Il avait proposé de parler à notre cérémonie spirituelle et je n'avais aucune idée de ce qu'il allait dire. Il nous a embarqués dans sa vie avec Vida, Omaïoun, Nazanine, son histoire, marquée par des joies, mais aussi beaucoup, beaucoup de peines, avec ses amis disparus, la douleur de l'exil. Et il nous a fait un cadeau immense, en disant que tout cela avait enfin du sens si c'était pour qu'Omaïoun puisse me rencontrer.
J'ai ce jour-là vraiment compris qui était Cyrus et qui était la famille que je rejoignais. C'est une famille où l'amitié, la générosité, la fierté d'être et bien sûr l'optimisme, la joie de vivre, le sens de l'humour ont une place extraordinaire. Car oui, Cyrus m'a aussi beaucoup fait rire. Sa moustache, sa grande taille s'animait en toutes occasions. Chaque année, il nous a envoyé des lettres signées « Un inconnu » à mes enfants, Darius, Lutèce, Azur et moi, pour la Saint-Valentin, avec des tickets de loto qui, invariablement, n'étaient jamais gagnants. Malheureux au jeu, heureux en amour et en amitié. Je retiendrai de lui son rire et ses embrassades, où il nous écrasait sur ses lunettes, mais où nous sentions si fort son amour que cela n'avait aucune importance. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری، تا شخایق هست، زندگی باید کرد. در دل من چیزی هست، مثل یک پیشی نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه، دورها آوایی هست که مرا میخواند. La vie n'est point vide. Il y a aussi la tendresse, la pomme et la ferveur de la foi. Et oui, il faut vivre tant que demeurent les coquelicots. Dans mon cœur subsiste quelque chose comme un taillis de lumière, comme le sommeil à l'approche de l'eau. Et je suis si exalté que je veux courir jusqu'au fin fond des plaines, jusqu'aux cimes des montagnes. Dans le lointain résonne une voix qui m'appelle. از همه دوستان تشکر میکنم. خیلی خیلی محبت کردید، چون برای ما سیروس واقعا مهم بود. برای همه شما همینطور. امیدوارم که روزای خوبی در پیش داشته باشیم و نمیدونم چی بگیم دیگه. مرسی، مرسی از همه تو. Thank you.